سرخط خبرها کشتا شدن ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی پشتون زرگون ولایت هرا تلفات سنگین طالبان در غزنی کشته شدن 20 جنگجوی طالبان در زابل و صدای جمهوریت در پایتخت امارات با یاد خدا به یکی از دیگر از ویدیو های این چینل خوش آمدید تقاضا میکنیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این ویدیو را لایک کنید کشته شدن بیت جنگجوی طالبان در زابل وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن بیت جنگجوی طالبان در ولایت زابل این کشور خبر داد و گزارش اسپوتنیک وزارت دفاع ملی افغانستان جمعه سه سوره نگاشته است روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی در مربوطات ولسوالی شینکی ارغنداب و میزان ولایت زابل طالبان را هدف قرار دادن این وزارت افزوده است که در نتیجه 20 طالب کشته 7 تن آنان زخمی 5 سایکل و مقدار از اسلحه و مهماتشان تخریب شده است این وزارت در ادامه نگاشته است که همچنان طالبان 25 ماین مختلف نورا را که در مربوطات ولسوالی میزان این ولایت جهت هدف قرار دادن مردم ملکی و نیروهای امنیتی جابجا کرده بودند توسط اردی ملی کشف و خونسا شد یادآوری میکنیم که ولایت زابل یکی از ولایت های ناامن افغانستان است که در آن جنگجیان گروه طالبان حضور گسترده ای دارند تلفات سنگین طالبان در غزنی وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 23 تن از جنگجویان گروه طالبان در ولایت غزنی خبر داد به گزارش اسپوتنیک وزارت دفاع ملی افغانستان جمعه 3 ثور 1400 نگاشته است روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی در مربوطات ولسوالی معقر ولایت غزنی و مرکز این ولایت ترورستان طالب را هدف قرار دادند این وزارت در ادامه می نویسد که در نتیجه 23 طالب کشته شده هفتتن آنها زخم برداشته و مقدار از اسلحه و مهماتشان نیز تخریب شده وزارت دفاع ملی افغانستان افزوده است که همچنان چهار ماین مختلف نم طالبان در ساعت مختلف این ولایت نیز کشف و خونسا شد یادآوری میکنیم که ولایت غزنی یکی از ولایت های ناامن افغانستان به شمار می رود و چند ولسوالی این ولایت در دست گروه طالبان است کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی پشتون زرگون ولایت هرات وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن ولسوال نامنهاد گروه طالبان برای ولسوالی پشتون زرگون ولایت هرات خبر داد به گزارش سپوتنیک وزارت دفاع ملی افغانستان جمعه 3 سور چارده نگاشته است که شب گذشته قوای هوایی در مربوطات ولسوالی پشتون زرگون طالبان را آماج ضربات هدفمند قرار دادد. این وزارت افزوده است که در نتیجه هفت طالب به شمول ملا کامل ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی پشتون زرگونی ولایت و ملا سلام سیدی سرگوریشان کشته و پنج تن آنان زخمی شدن یادآوری میکنیم که در برخی ولسوالی های هرات جنگیان طالبان حضور گسترده ای دارند. واکنش بابر با گماشتن ولی جدید فاریاب معاون نخست شورای مصالح ملی افغانستان با گماشتن ولی جدید فاریاب از سوی رئیس جمهوری این کشور مخالفت کرد به گزارش اسپوتنیک این اطلاع بابر فرحمن معاون نخست شورای مصالح ملی افغانستان با گماشتن محمد داود به عنوان ولی فاریاب به جای نقیب الافایق مخالفت کرد و آن را سیاسی و غیر کاربردی خوانده است فرحمن حجار داده است که جای این تصمیم به گفته او سیاسی بدون اراده مردم و باشندگان فاریاب عمل شدنی نیست این اطلاع بابر فرحمن هم است که از این تصمیم از صفحه اداره مستقل ارگانه های محلی خبر داده شده است و به عنوان یک باشنده شمال کشور نشانه موثریت و مفیدیت به این شخصی کرد که با جرافه سیاسی سی آشنایی ندارد نمی بیند. صدای جمهوریت در پایتخت امارات مهدی نوری خبرگزاری افاق نبرد جمهوریت و امارات که از 20 سال پیش آغاز شد روز به روز شدید در می شود این نشان می دهد که فصل آخر این نبرد فرا رسیده و شاید خروج قوای خارجی نمایش خونین را رقم بزند در این میان هیچ نشانه از عقبگرد از هیچ نزای ندیدن نمی شود چیزی که تنها یک پیامد جدی دارد و آن لزوم شکست اجتناب یکی از دو جبهه متخاصم است اشرفغنی روز پنجشنبه به قندهار رفت خوازگاه و مرکز امارات و طالبان این نو نمایش قدرت بود با این پیام ضمنی که پایتخت امارات در سلطه جمهوریت است و جمهوریت در نهایت پیروز خواهد شد رئیس جمهور با تأکید بر حفظ نظام جمهوری گفت که او اجازه نمی دهد تا فصل جمهوریت نیمه تمام بماند او روز پنجشنبه دوی سر در قندهار گفت که هم افغانها جمهوریت را قبول دارند و خواهان حفظ جمهوریتند رئیس جمهور با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت که نیروهای خارجی بیرون میشوند و تعهد ما این است که با عزت آنان را رخصت کنیم اشرف غنی افزوده که هیچ اتفاق ناگوار با خروج نیروهای خارجی از افغانستان به ویژه در قندهار نمیفتد. او بیان کرد از وطن خود حفظ می و با, هم خواهیم کرد رئیس جمهوری در قندهار گفت که با خروج نیروهای خارجی طالبان دیگر به خاطر ادامه جنگشان دلیل ندارد و بیایند در آبادی افغانستان سهم بگیرند اشرف غنی افزود اگر طالبان رای جنگ را انتخاب کند ما برای آن آمادگی داریم اگر صلح بخواهند یک گزینه خوب است پیام رای جمهور سری و بازی بود یا صلح یا ادامه جنگ یا پیروزی نهایی طالبان پیش از این نشان دادند که تعهد و اراده نسبت به صلح ندارند آنها رسما اعلام کردند تا خروج کامل قوای خارجی می جنگند و در هیچ نشست صلح شرکت نمی کنند این یعنی پاسخ پیشنهاد آقای غنی هم روشن است طالبان جنگ را انتخاب کردند و دولت هم باید آماده نبرد مرگ باره باشد همکنون در پیش از بی ولایت کشور به صورت پراگنده جنگ جریان دارد در برخ موارد وضعیت بسیار حاد و پیچیده است و نگرانی از سقوط و فروپاشی در میان است مثل همیشه آمرها در میان ادعاهای گم می شود و کسان نمی تواند باید مینان از واقعیت های میدان جنگ خبر دهد ده اما چیزی که واضح است این است که خوشنط به نحو کم سابقه تشدید شده و نیروهای دولتی به نیابت از متحدان و حامیان که آنها را در میانه جنگ به امان رها کردند تنها ماندن. قدرت های غربی دارای نیروهای نظامی در افغانستان دیگر از جنگ دست شستن و به همین دلیل باز میگردند آنها در خانه های برای خروجان طالبان هم به خوبی این واقعیت را ترک کردند قندهار خواستگاه و پایگاه قدرت طالبان و پایتخت امارات آن گروه بود ملاومر به عنوان امیرالمؤمنین طالبان تا پایان در همین شهر مستقر بود و از این نظر قندهار در زمان و سلطه آن رژیم حتی پیشتر از کابل اهمیت و دار داشت به لحاظ سنتی هم قندهار همواره پایتخت قدرت بوده است با این حساب آقای غنی درست در زمانی که فصل پایانی نبرد جمهوریت و امارات آغاز شده به قندهار رفت تا صدای جمهوریت را در پایتخت امارات بلند کند و به همین ترتیب از عزم از و اراده خود برای اتمام فصل جمهوریت خبر دهد او که از افرادگرایی تا آغاز امروز خود را به سارت اصلاحات امونی می داند هنوز معمولیت خود را پایان بیافتن نمی داند و در دا صورت که مقلوب ملاهای افرادگرا شود چه بسا به سننوشت ملالا دوچار خواهد شد و روند اصلاحات سیاسی و فرنگیش متوقف خواهد کشت بنابراین مصمم است تا فصل نیمه تمام جمهوریت را تمام کند هدف که در میانه واقعیتهای های خشن و خونبار پیش از هر چیز با آرزوی درویی خوش آب رنگ